خوش به استریم من مارک پش هستم مارک هستم این هفته این جلسه میخوایم در مورد NF تیبل صحبت کنیم و حالا من خیلی جزئیات نمیگم ولی دوست دارم شاید نیم ساعتی تا 45 دقیقه در مورد چیزهای آسون انف تیبلز و کلا توضیح بدم که انف تیبلز چی هست اگه سوالی داشتین از ق... هر موقع دوست داشتین میتونین تو استریم توی چت سوالتون رو بپرسین و حواسم هست و میبینم اگه میتونم جوابشون بدم یا نه این استریم در مورد انف Tables هست و برای اینکه این, این کارو رو بکنم یک محیط آزمایشگاه ساختم یا لب ساختم که بتونم نشون بدم بدون اینکه که جلو خودتون توی استریم اینو آماده کنم بتونم مستقیم برسم به اون موضوعی که میخوام نشون بدم اون چیزی که میخوام نشونتون بدم خب NFT تیبلز چی هست؟ اگر از لینوکس استفاده کرده باشین و هیچ وقت نیاز به مثلا IP Tables یا کلا با شبکه کار کردین تو لینوکس به احتمال زیاد با آی پی تیبلز کار کردین و میدونین که آی پی تیبلز چی هست اگه اون هم نمیدونین یکم خلاصه بهتون میگم که آی پی تیبلز و ان تیبلز هم همینطور یه سری ابزارهایی هستن روی لینوکس که کمک میکنه که فایروالینگ و نت رو تنظیم کنی تو سیستم حالا چطوریه کرنل لینوکس یه سابسیستم سیستم داره یه, بخ... یه قسمت از کرنل لینوکس اسمش نت فیلتره خب که یه کم بالاتر از مثلا اگه نتورک استک یعنی استک شبکه رو توی لینوکس رو در نظر بگیرید NF Tables نسبتا بالاه یعنی بعد از خیلی از مراحل, مراحل توی کرنل که گذشته یعنی چند تا مرحله که میگذره میرسیم به نت فیلتر و یه جورایی میشه گفت که یکم دیر دیرتر از خیلی چیزای دیگه نت فیلتر بعدش اجرا میشه حالا نت فیلتر چی کار میتونه بکنه خیلی کارا میتونه بکنه وقتی یه پکت یه پکت شبکه میرسه به لینوکس لینوکس میخواد تصمیم بگیره که خب آیا این بر خودمه این خودم باید این رو کاری باش بکنم یا اینکه اگه تنظیم شده برای فورواردینگ یا روتینگ تصمیم میگیری که خب من این پکت رو کجا بفرستم حالا اون داستان داره اون روتینگ تیبل و اینا هم داره ولی خب این استریم در مورد روتینگ تیبل صحبت نمی کنیم فقط در مورد ان اف تیبلز و بیشترم فقط میخوام در مورد فایروالینگ باهاتون صحبت کنم حالا فایروالینگ چی هست توی یه سیستم وقتی که وصلش میکنی به شبکه اینترنتی چیزی خب یه آی پی یا چند تا آی پی میتونه داشته باشه و میتونیم رو اون یه دونه آی پی چند تا سرویس بیاریم بالا مثلا SSH سرور یا SSHD خب، که روی پورت 22 داره گوش میکنه منتظر تا یه کلاینت ارتباط برقرار کنه حالا اگه اینطوره اگه ما یه سرویسی بیاریم بالا که نمیخوایم هر کی روی اون شبکه بهش دسترسی داشته باشه ارتباط برقرار کنه با چکار کنیم فایروال میکنیم فایروال قشنگ دیوار میکشه جلوی این سرویس ها و تنها اون چیزهایی که میخوای اجازه بدی راشون بدی داخل و دسترسی به سرویس داشته باشن اونها رو باز میکنی انگار خب اگه تا حالا مثلا پورت اسکن شنیده باشین یا انمپ استفاده کردیم خب وقتی که پورت باز میبینه فقط داره پورت هایی که روش یه سرویس هست داره میبینه حالا ما یه فایروال تنظیم بکنیم و یه ما میتونیم یه پورت اجازه بدیم ما خیلی کارها میتونیم با این بکنیم فرزن اگه من یک سیستم اینوره دنیا دارم و یه سیستم دیگه اون بار دنیا دارم و فقط میخوام که روی سیستم این اسمشون رو بزنیم A و B خب فقط میخوام سیستم A دسترسی به سیستم SSH سیستم B داشته باشه میتونیم یه فایروال تنظیم کنیم که فقط تنها IP A میتونه به B وصل بشه خب NFT حالا دست دستور و ابزارهای یوزر سپیس این هست IP tables داشتیم و NFT داشتیم و تا یه حدی توی کرنل یک جا قرار میگیرن یک جا اجرا میشن یعنی تا یه حدی عین هم هستن در حدی اینکه میتونی یه لیست دستورهای IP tables رو به NFT tables بدی و NFT تبدیلش کنه به دستورهای NFT تا اونقدر که میتونه تا اونقدر که میفهمه حالا ما من این ویکی NF تیبلز رو اووردم بالا اینجا که Quick Reference NF Tables این 10 minutes اووردم بالا یعنی Reference NF در ده دقیقه اووردم بالا و یه ویکیه که نشون میده که Command Line NFT چه شکلیه رو اکثر سیستم های لینوکس به روز مدرن NF تیبلز رو داریم و دستورش معمولا فقط NFT پیشنهاد میکنم اگه میخواین برین اینو پیداش کنین برین توی گوگل بزنین یا سرچ بزنین دنبال NF تیبلز در دیسترو خودتون تو مخزن باید باشه NF تیبلز یکم تازه تره و NF تیبلز یه طور این طور که عمل میکنه این بررسی پکت های در شبکه تو کرنل یکم سریعتر عمل میکنه یکم بههینه است واسه همین من ترجیح میدم تا اینکه IP تیبلز بنویسم NF تیبلز بنویسم خب این دستورهای تیبلز و این فلان اینا رو داره و کلی پروتکل و اینا داره و میتونین بین این ویکی رو بازش کنین اگه راحت بزنین NF تیبلز ویکی رفرنس میاد بالا من دو تا سیستم اینجا آماده کردم و یه سیستم دارم به اسم A که اینجا یوزر چیزش uh, A گذاشتم و B گذاشتم که این هم uh, خواست نمیش B اینطوری که uh, تنظیم کردم این دوتا این دوتا ورچوال ماشین خب حالا نیازم نیست با ورچوال ماشین کار رو بکنی میتونی با نتورک نیم سپیس در لینوکس این کار رو بکنی اما به نظرم این ساده تره uh, درکش این دوتا ویرژون ماشین تو یک شبکه قرار می گیرن و دوتاشون آیپی هایی دارن که تو یک سابنت قرار می گیره می بینیم که این ده دو شیشه و این ده دو هفته برای اینکه کار راحت تر بکنم من توی ETC hosts این رو تعریف کردم که از A میتونم به B وصل بشم اگه بزنم پینگ از A بزنم پینگ B پینگش جواب میده و رو B هم همین کار کردم اگه بزنم پینگ او اینجا اشتباه کردم بررسی میکنیم درستش میکنیم خب میخوایم که این A باشه A ای بزنیم این هم جواب میده حالا چرا این کار کردم که بتونیم خیلی راحت تر بدونیم که با آی پی کاری داشته باشیم این کار رو انجام بدیم نشونتون بدم حالا این رو هنوز نصبش نکردم NF Tables ولی الان نصبش میکنم روی این سیستم با NF APK Add NF Tables چون این Alpine لینوکسه من خیلی علاقه به Alpine Linux دارم و اگر دوست داشتیم بیشتر در موردش بدونین یه استریم یکی دو هفته پیش در موردش پخش کردم و میتونیم بریم تو یوتیوب هم پیداش کنیم خب. این به خیلی سریع نصب شد ای بعد حواستون باشه که این ایه و این یکی بیه حالا من باید یه کار دیگه بکنم که میگم بیشتر مشخص باشه ولی خب توجه کنین حواستون باشه به این خب ما الان نشون دادیم که میتونیم از از A پینگ بزنیم به B خب پس هیچ گونه فایروالینگی نکردیم روی پینگ ها ICMP پروتکل ICMP حالا ما میتونیم روی B اگه نت رو داریم بله نت داریم میتونیم نتکت بزنیم لیستن کنیم روی پورت بزار ببینم میتونیم پورت سه هزار لیستن کنیم و میتونیم از این ور بزنیم نتکت بی پورت سه هزار چطور بود؟ یادم نمیاد دیگه کنه آ داش پی نمیخواد خب اگه از این ور بزنم سلام این ورش سلام اومد اگه این ورش چیزی تایپ کنم بگم علیک خب این ورش هم علیک خب حالا این به طور عادی یه پورت چیز باز کرده یه پورت تی سی پی باز کرده و داره لیسن میکنه حالا من میتونم با یه ویندو جدید وصل بشم رو بزرگ میکنم یه ویندو جدید باز کردم الان وصل میشم به B و اگر با دستور SS TULPN میتونیم ببینیم که این داره روی باید روی پورت 3000 لیسن میکنه حالا اون باشه به این هم. دیده نمیشه چه عجیب این خیلی عجیبه خب حالا برگرد بیم داریم لیست میکنیم روپورت هزار و این ارتباط بهش برقرار کردیم این حالا کنسلش میکنم این هنوز داره میکنه این هنوز هیچی رو نمیبینه عجیب خب. اون تی سی پی بود حالا ما میتونیم روی یو دی پی هم باز کنیم همینطوری و اگه الان اینطوری بزنیم وصل نمیشه ولی اگه داش یو بزنیم میگیم سلام بازم وصل شد و اینطوری شد حالا بازم ببینیم چیزی نیست نه چیزی نیست خیلی عجیبه حالا تست کردیم که یه ارتباط UDP میتونیم برقرار کنیم بین این دو تا سیستم پینگ رو میتونیم برقرار رو کنیم و TCP یعنی ما بلدیم که اینها رو انجام بدیم حالا این حالا که این کارو کردیم NF tables رو هم نصب کردیم شروع کنیم رو NF tables کار کردن من این سرویس رو میبندم و میبینم که بذار برم کانفیگ نف تیبلز رو ببینم نف دو،, دو راه داره که تنظیمش بکنیم میتونیم با دستورهای nFT که توی این ویکی دیده میشه میریم توی nFT add delete flush table uh, NFT add rule و میتونی انتخاب کنیم رو کدوم تیبل و چین و چی, می، چی کارا میکنیم add داریم insert داریم replace داریم و delete داریم اما من ترجیح میدم که با یه فایل کار کنم و NF میتونه از یه فایل بخونه و معمولا یه فایلی هست توی All وقتی که بسته رو نصبش میکنیم باش میاد به اسم NF .nft و یه کانفیگ خیلی بزرگ و پیچیده برامون ما ما الان بریم توی بیمو بی اد بیم رو نصب کنیم ای و بیمش میکنیم خب میگه این یه نمونه است و این فایل اولین کاری که میکنه لاش میکنه توجه کنیم به اینجا که میگه که چجوری این فایل اجرا میشه یعنی میره NFT-F رو صدا میزنه با این فایل که این فایل رو اجرا کنه خب بذار اینا رو یکم تغییر میدم که آماده باشه براتون یکم ساده تر ما یه تیبل فیلتر داریم روی فامیلی آینت آینت یه جورای هم آی پی آی پی و آی 6 با همه یعنی اگه میخوای یه فیلتری بسازی که هم روی آی 4 و آی 6 عمل میکنه میزنی آی وگرنه میتونیم فقط بزنیم آی و ما یه تیبل فیلتر اینجا داریم میسازیم و داخل اون فیلتر یه چین زنجیره اینپوت اینپوت چجوریه؟ اینپوت اینطوره که هر پکیتی که میاد سمت این سیستم و برای این سیستم هست Uh, میره توی این زنجیره اینپوت و تمام رولز تمام uh, قوانین uh, چیزای ان که تعریف کردیم اینجا uh, اجرا میشه یا بررسی میشه اینا و خب هر زنجیره یا هر چین یه پالیسی uh, داره حالا توجه نکنیم به این پرایوریتی پرایوریتی یکم پیچیده است uh, شاید یه استریم دیگه توضیح بدم که این چجوریه ولی میگیم که این چینش تایپ فیلتره خب یعنی این اینجا که زدیم اینپوت اینپوت فقط اسم اینه خب اینجا رو خط اول تعریف کردیم که تایپش فیلتره هوکش اینپوته یعنی لینوز به قسمت اینپوت لینوکس کرنل وصل میشه و پرایورتیش هم صفه و یه دیفالت پالیسی هم داریم یعنی تمام این رولز هایی که ما گذاشتیم اینجا اگه هیچ کدوم از اینا تصمیم نگرفت که با پکت چیکار میخوایم بکنیم این دیفالت پالیسیش میگه که دراپ کنیم من نمیخوام دراپ کنم من میخوام اکسپت کنم یعنی که اگه هیچ کنوم از اینها تصمیم نگرفت که با این پکت میخوایم چیکار کنیم اکسپتش میکنیم توجه کنید این این باشه این در مسیر پکت اجرا میشه و یکی پس از دیگری اینطوریه یعنی اول این رو نگاه میکنه بعدش این رو نگاه میکنه و این نگاه خب من میخوام پالیسی اکسپت بزنم و فعلا تمام اینا رو من اینا رو هیچ کنون شما نمیخوام من میخوام هرچی که اومد توی اینپوت میخوام اکسپت کنم یعنی در حقیقت دارم کاملا فایروالش رو برمیدارم ببینیم تا چقدر چیز داره خب پس به اینجا رسیدیم حالا یه چین فورورد داریم این فقط برای اینکه وقتی که پکت فوروارد میشه یعنی سیستم های عادی اینطوری تنظیم نشده که پکت فوروارد کنه باید مخصوصا توی لینوکس سی سی تیل آی پی رو فعال کنید و روی این سیستم فعال نیست و قرار نیست چیزی رو راوت کنه فوروارد کنه و این چین برای ما هیچ مشکلی نداره و آوتپوت هم داریم آوتپوت وقتی که یه پکت از سیستم خودتون داره ارسال میشه تو راه ارسال اینها رو بررسی میکنه اینا چک میکنه که آیا قرار پکت دراپ بشه یا بذاریم ارسال بشه خیلی کار میشه باش کرد و این پایینش هم میگه include و include میکنه چیزهای دیگه تو اون پوشه nftables.d و من این هم نمیخوام و این دیگه کافیه ما یه نوع تیبل دیگه هم میتونیم داشته باشیم به اسم NAT برای Network Address Translation اونا برای روتینگ و نمیدونم تغییرات قسمت های پکت و ایناست ولی من این استریم در مورد نت و اینا صحبت نمی کنم فقط فایر خب اولین کاری که می کنیم فلاش می یعنی هر چی داریم رو کاملا فلاش می از سیستم و بازم از اول شروع می کنیم اینا رو اپلای کردن خب حالا این رو رایتش می و از A ای اینجا ما میخوایم چک کنیم که اگزیت میکنیم و میخوایم چک کنیم که آیا میتونیم یه سرویس بیاریم بالا و دسترسی بهش داریم یا نه قاعدتا باید داشته باشیم به خاطر اینکه اکسپت کردیم یه سرویس میاریم بالا و این ورن میگیم سلام و این ورن سلام ما گرفتیم این بر هم خب حالا بازم بریم تو فا... تیبل ما ما حالا میتونیم فایروالینگ انجام بدیم ما میتونیم بگیم که خب من فقط تنها میخوام که دسترسی پورت سه هزار رو محدودش کنم یا اصلا ببندمش کنم خب من میتونم اینطوری بکنم میتونم بگم که یا اصلا بریم توی بریم توی چیز رفرنسش نگاه کنیم ما میخوایم یه پورت 3000 رو TCP فیلتر کنیم میتونیم ببینیم که دقیقا چیکار کار میتونیم بکنیم میتونیم دستینیشن پورت این در حقیقت اگه یه پکت به ما برسه باید روی پورت دستینیشنش چون ما داریم روی 3000 گوش, میکنیم دستینیشن پورت اون پکت 3000 و میتونیم تصمیم بگیریم که دراپش کنیم یا اکسپتش کنیم فرض کنیم که میخوایم فایروالمون کاملا اوپن باشه یعنی همه چی رو اکسپت کنیم ولی فقط تنها میخوایم TCP دی پورت حالا سه هزار رو دراپش کنیم فکر کنم بشه اینطوری انجامش داد TCP دی, دی پورت 3000 حالا ما میتونیم الان یه ترمینال دیگه هم روی اینجا داریم اینو رایتش میزنم و این و ببینم آیا میشه اینطوریش کرد یا نه nft -f etc nftables.nft خب. یعنی هیچ خطایی نداد یعنی این کاملا چیزی که ما ساختیم اوکی okay بود خب اصلا این و من چیز رو انجام میدم لیست رو انجام میدم خب روپورت پورت 3000 بازم دارم لیستن میکنم و این ورم میخوام به پورت 3000 وصل بشم آیا قبول میکنه؟ نه هیچ هیچ کاری نکرد سلامون نرسید حالا اگه من اینجا اینسرت کنم بعد این رو بزنم اکسپت و بازم رایت کنم اصلا اگزیت هم بکنم بسا و... NFT دانش BTC NFT bells.nft الان سلام میگیم بازم ا سلام هنوز نرسید چه عجیب آیا اشتباهی منو میبینید چون من نمیبینم <laughs> حالا باز هم تو این رفرنس نگاه میکنیم ببینیم آیا چیزی هست که ما میبینیم یا نمیبینیم این ویکی خیلی چیزا توش داره بذار بریم پیج های دیگر رو نگاه کنیم بیسیک آپریشن میتونیم بزنیم سیمپل رول منیجمنت و اینجا میگه که میتونی اصلا پکت ها رو کانتر رو کنیم آیا سلام اون اگه بازم بزنیم سلام شاید نیاز باشه دوباره بزنیم اه. بس نمیشه آه سلام رسید چه عجیب این دفعه میخوایم بست بشیم بازم بست میشیم سلام و سلام رسید این شاید به TCP ربط داشته باشه به خاطر اینکه TCP کانکشنش باز میمونه و اه... نمیدونم حالا با UDP هم میتونیم کار بکنیم بذاریم dash u 3000 و اینجا هم اینو تبدیلش میکنیم به UDP دی پورت میزنیم drop و از این ورم ما به اش وصل میشیم سلام میگیم سلام همون رسید بازش کنیم اه. آیا ما NFT بزرگ رو فعالش کردیم نه نه NFT دشت بازم میزنیم فکر نکنم دیگه این, این یکی سلام رسیده باشه سلام اصلا وصل هم نمیشه سلام سلام اون نیامد پس این دراپ داره عمل میکنه بازم اینو تبدیلش میکنیم به اکسپت ریلودش میزنیم و از این و بازم بس میشیم سلام سلام اومد پس میبینیم که داره جواب میده شاید من خودم یه چند تا اشتباهی کرده باشم این بسات ولی مشخصه که یه سرویس رو پورت 3000 UDP اووردیم بالا فایروال رو از دراپ کردیمش اکسپت همه چی اوکی بود برش گردنی بود دراپ بازم جواب نمیده حالا ما میتونیم Uh, توی اون ویکی دیده بودیم که میتونیم کانتر هم بکنیم میتونیم کانتر accept و این رو لودش کنیم هیچ خطایی نداد و اگه سلام بفرستم اینجا و فکر کنم بشه با NF list table uh, فکر کنم IP filter بشه آره IP NFT NFT list table IP filter که چیکار میکنه لیست میگیره از تیبل IP فیلتر و الان که ما کانتر بهش اضافه کردیم ما میتونیم ببینیم قشنگ اون چیزی که ما تو فایل زدیم تقریبا همون چیز داریم اه... توی این خروجی این آوپو... آوتپوت میبینیم و فکر کنم حتی NFT NFT تی... خروجی جیسون هم داشته باشه که و, و میتونی بهش جیسون بدی و خروجی جیسون بگیری که این فکر کنم خیلی جذاب باشه برای خیلی ها. خب ما میتونیم ببینیم که یه دونه پکت که 34 تا بایت بوده فرستاده شده بازم را کنیم میتونیم حتی بزنیم watch dash n1 اینطوری خب و بازم سلام بفرستیم ببینیم که آها دو بایت شد دو تا پکت شد 68 بایت شد و همینطوری میتونیم هرچی بفرستیم و بایت ها داره میره بالا خب خیلی کارها میشه با این کرد ما میتونیم حتی بگیم که ام میتونیم یه UDP که میاد رو ببینیم ولی وقتی که میخوایم جواب بفرستیم اون رو فیلتر کنیم با چین آوتپوت خب حالا میرم برمیگردم تو بیم میگم که خب من هرچی UDP دیپورت 3000 باشه اکسپتش میکنم اما من نمیخوام که سمت چیز uh, وقتی که یه پکت میخوایم uh, جوابش رو ارسال کنیم اون سورس پورت و دستینیشن پورت جابجا میشه پس باید اینطوری باشه UDP اس پورت به drop دراپ اصلا نه کانترش میکنیم و دراپش میکنیم اینو سیوش میکنم و اپلایش میکنم با NFT F و واتش میزنم خب حالا این رو کلیر میکنم از این یکم بزرگش میکنم ببینید راحت پورت uh, 3000 UDP دارم لیستن میکنم و این ورم بهش اصل میشم سلام رو میگم سلام رو دریافت کردیم ولی اگه از این ور بگم الیک هیچ،, هیچ چیزی نشد است علیک نرسید و میبینیم که ما پکت UDP مون اصلا دراب شده ولی عل، عل، اما این میگه 8200 تا پکت drop شده خیلی عجیب بود حالا من نمیدونم چرا اینطوریه شاید یه چیزی که توی نت uh, انجام میشه من نمیدونم ولی دراپ شد و ما هم هیچ جوابی نگرفتیم ازش اگه ما این فایروال رو تغییرش بدیم از دراپ به اکسپت سیو اگزیت میکنیم اپلای میکنیم و بازم واچ میکنیم به این کانتر ها صفر شدن خب بازم لیسن میکنیم هنوز کانتر ها صفرن میخوایم الان بسل بشیم کانترا صفرم سلام میگیم این اینپوتمون یه دونه پکت گرفته که قاعدتا باید توش سلام باشه که 34 بایت بود از این ور بگیم الیک ببین قطع نشد کانکشن و از این ور میبینیم که یه پکت گرفتیم با 34 بایت حالا چرا 34 بایت به خاطر اینکه حروفاش یعنی پنج تا حروف داره میبینی پس پکت ها همون قد بودن و این ورا هم میبینیم که علیکم رو گرفتیم پس این یه یه چجوری بگم یه خلاصه که چجوری با NF میتونی فیلتر بکنی حالا من نخواستم پالیسی دراپ بزنم مثلا روی اینپوت چون من الان دارم به این سیستم با SSH وصل میشم و این یه چیزی هست که باید در نظر بگیرید وقتی داری با فایروال کار میکنید مواظب باشین که دسترسی SSH خودتون رو قطع نکنید و اگر دوست دارین بدونید که چجوری باید این کار رو نکنید معمولا میگن که آوتپوت رو همیشه پالیسی اکسپت بذار و چیزهایی رو بلک لیست کن خب و اگه میخوای فایروال خیلی خوب داشته باشی پالیسی رو رو اینپوت دراپ بذار و همه چی رو وایت لیست کن یعنی رو آوتپوت میخوایم همه چی بره یعنی بتونه ارسال بشه ولی بعضی چیزها رو میتونیم جلوش رو بگیریم اینپوت میخوام جلو همه چی رو بگیریم به غیر از این یه سری چیزهایی که توی وایت لیست گذاشتیم و خب من میتونم الان پالیسی رو تب این پالیسی اینپوت این رو تبدیلش کنم که به جای اکسپت drop باشه ولی UDP دیپورت 22 رو اکسپت کنه که دیگه بتونیم بتونیم با بعد از این که مثلا اگه گذاشتیم UDP دیپورت UDP TCP دی، Uh, دیپورت 22 اکسپت uh, هرچی بعد از اون گذاشتیم دیگه هیچ uh, کاری با اون پکت های uh, SSH نداره به خاطر اینکه به محضی که یک اکشن به این اکسپتش میگن یه اکشن و به این uh, UDP دیپورت 3000 بهش میگن مچ oh. uh, یعنی مچ میکنیم روی uh, قسمت از پکت تصمیممون اینه که اکسپتش کنیم و اکشنمون عملمون اکسپت بعد از اینکه یه اکسپت انجام میشه دیگه نمیره بقیه اون چیزها رو بخونه و انجام بده خب اکسپت شد میره اکسپت و اون پکت ادامه میده و میره به سمت سرویس حالا برای TCP 22 SSH خب سوالی چیزی داریم الان بار با انف تیبلز رو توضیح دادم اگه سوالی در مورد این دارین یا حالا هر چیزی که در مورد uh, NFT تیبلز هست میتونم با اتون می جوابتون بدم اگه یه کم دیگه حاضر که صبر کنین من میتونم در مورد متغیرها در NFT صحبت کنم که این اتفاقا چیزی که خیلی دوست دارم میریم توی ویکی مون NFT میتونی توش ست استفاده کنی متغیر ست و مپ و میتونی توی این مپ ها یه سری یه سری کارهای خیلی جالب انجام بدی میتونی توی اون مپ مثلا کیش اگر اینطوری فکر کنی که مثل دیکشنری پایتون یه چیزی باشه که یه کی داری یه ولیو داری کیش مثلا یه آی پی باشه ولیوش عملش باشه و فرض کن که یه پکت میاد و روی اه، اه، آی پیش آی پی که از آی پی دستینیشن آی پیش چک میکنی که آیا این آیا این پکت میخوایم قبولش کنیم یا نه یا مثلا سورس آی پی از کجا اومده آیا این پکت رو میخوایم یه خود سورس آی پی رو میزنی تو مپ به عنوان کلید ولیوش رو میگیری ولیوش میتونه اون اکشن باشه اون عملش باشه سوال اینه که کاش میشد ترمینال رو کنار هم میذاشتیم بله میشه اما ام یکم چون فونت ها بزرگه میترسم که یکم دیدنشون سخت باشه میتونستیم البته از یک کاری مثل این بکنیم الان آره میشد اینطوری ولی نمیدونم حالا حالا برای استریم بعدی یه راه دیگه و بهتر پیدا میکنم برای این آره خب این ویکیمون که اینجا هست یه چیزی داره اینجا فکر کنم اگه اینجا بزنم ست بله یه پیج داره مخصوص برای ست و میتونیم مثلا یه لیست یا یه ست پورت بدیم که میتونیم چند تا پورت رو همزمان فیلتر کنیم یا حالا هر طور مثلا یه لیست آی پی میتونیم بدیم که به جای اینکه هر کدوم از آی پی های یه،, یه خط جدا باشه یه لیست میتونیم بهش بدیم و بیا این مثلا یه, یه نمونه این بالای فایلش زده define simple set و یه لیست آی پی هارد کد کرده تو این و دیفاین یه لیست IP بازم و حتی اینجا یه ساب خوب و اینجا هم بازم یه لیست دیگه دیفاین شده این میگه که دیفاین CDN CDN این سی دی دوتا متغیر هایی که ما ساختیم اینجا رو گذاشتی توی این متغیر و متغیر رو با دلار مثل PHP ازش استفاده میکنیم و این میگه که الا اچ دی پی اس ranges اونلی یعنی اول چک میکنه که ای آیا تی سی پی اگه تی هست دستینیشن پورتش آیا توی اچ یا اچ هست اگر هست آی پی سورس اگر سورس ادرسش توی این دلار CDN قرار میگیره که آیا یا توی این بالایی هست که یک از ایناست یا توی این پایینی هست اگر تمام اینا طبق این بود اکسپتش کن و UDP هم همینطور همین چیز و میتونیم توی خود تیبل هامون اینها رو تع... تعریف کنیم خیلی 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 چیزهای جذاب و خوب میشه با NFTables انجام داد و برای روتر خونه خودم یه NFTables خیلی پیچیده دارم که نت میکنه IPv6 داره IPv4 داره پورت فوروارد میکنه همه کارا میکنه و پیشنهاد میکنم که برین این رو بخونید این ویکی شما اگه دوست دارین یاد بگیرین که چجوری سیستم رو فایروال کنین یا مثلا این مپسشه که میتونین کلا از یک مپ که کلیدش مثلا پورت 80 باشه و ولیوش پورت یا IP آی آی باشه میتونین از این استفاده کنین که این میگه که خب اینگه دستینیشن نت یعنی نت پورت فوروارده که هرچی چی روی پورت 80 اومده میفرستش به این آی پی که خیلی خوبه حالا یه استریم دیگه شاید در مورد این چیزا صحبت کردم و نشون دادم و شاید هم در مورد نت و پورت فوروردینگ صحبت صحبت کردم اما اون نیاز به یه چند تا مثلا سه تا ورچوال uh, ماشین میخواد که یکیشون اون وسط به عنوان روتر قرار بگیره خلاصه که این این موضوع استریم امروز NF بود و اگه سوال بیشتری در مورد NF داشتین یا یه پیشنهاد یه موضوع دیگه دارین آه, لطفا توی این کانال که توی چت گذاشتن آه, اونجا برین و پیشنهادتون رو بدین آه, یه یه لینک ربات هست و اینا میتونید ازش استفاده کنین و کانال کانال اعلام میکنه که چیا قرار موضوع باشه و کی استریم قرار انج... پخش بشه و با هست توی تلگرام میتونین نظراتون رو بهش بدین و یه کانال یوتیوب هم دارم میتونین برین توی کانال یوتیوبم و استریم های قبلیمو ببینید خب پس شبتون بخیر اه شب خوبی داشته باشین و تا بعد